9 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شمار آرای زودهنگام به سرعت رو به افزایش رکوردی در تاریخ این کشور. تا اینجا حدود 60 میلیون رأی به صندوق ریخته شده یا پست شده، بیش از 1/4 آرا. ترامپ و بایدن تمرکز خودشون رو روی ایالت‌های موسوم به چرخشی گذاشتن که معمولاً 8 ایالتن، ایالتی که ممکنه به این سمت یا اون سمت سوق پیدا کنن، به خصوص فلوریدا و پنسیلوانیا که بیشترین تعداد آرای الکترال رو دارند. برنامه دونالد ترامپ به شدت فشرده است و از فرودگاهی به فرودگاهی در حرکت و همونجا مقابل هزاران نفر از هوادارانش صحبت میکنه. اردوگاه بایدن در پارکینگ های روباز سخنرانی برگزار میکنه و مردم در خودروهاشون به او و دیگران گوش میکنن. ببینیم روزنامه های امروز آمریکا چه گفتن. دیروز دونالد ترامپ در شهر پنسیکولا سخنرانی کرد. روزنامه نیوز جورنال پنسیکولا در فلوریدا از قول ترامپ تیت زده یک موج قرمز عظیم. قرمز رنگ حزب جمهوری خواه، آبی رنگ حزب دموکراته. رئیس جمهوری آمریکا در باند فرودگاه پنسیکولا مقابل هزاران نفر سخنرانی کرد و از اونها خواست که خودشون و اطرافیانشون برن پای صندوق‌های رأی. پنسیکولا به خاطر حضور یک دانشگاه مسیحی جمعیت قابل توجهی مسیحیان انجیلی داره که همیشه به جمهوری خواهان رأی میدن. یکی از گروه‌هایی که آقای ترامپ به دنبال آراشون هست، زنان سفیدی هستند که در حومه شهرها زندگی می‌کنند. چون در بسیاری از شهرهای آمریکا خانواده‌هایی که عمدتاً وضع مالی خوبی دارن در حومه زندگی می‌کنند، موسوم به سابربز. این موضوع در صحبت‌های آقای ترامپ برجسته بود. خیلی دوست دارم یه روز تو سخنرانی‌ام هیچ دوربینی وجود نداشته باشه تا بتونم راحت و در آرامش خاطر حرف بزنم و خوش بگذرونیم. برای اینکه میدونین اگه کوچکترین اشتباهی بکنی میره تو صدر خبرهای جهان. اون روز من گفتم زنانی که در حومه شهرها زندگی میکنید، لطفاً من رو دوست داشته باشید. التماستون میکنم. برای اینکه اقدامات من باعث شده کیفیت زندگی در حومه شهرها افت نکنه. بعدش یکی از همین فیک نیوز ها پرسید چرا داری التماس میکنی که زنات رو دوست داشته باشن؟ من التماس نکردم. فقط گفتم من بهترین اتفاقی هستم که برای زنان حاشیه نشین رخ داده، چون من حاشیه شهرها رو نجات دادم. حتی بیشتر از حاشیه لغت هومه نشین هاست که سابربز بیشتر توضیح میده. تیتر اصلی واشنگتن پست، آمریکا در صف، زیر عکسی از رایندگان در ریو رانچو ایالت نیومکسیکو که مردم عملا در بیابان منتظر صندوق‌ها منتظرن برن پای صندوق‌های رأی. به دلایل مختلف آمریکایی‌ها دارن پیش از روز انتخابات آرای خودشون رو به صندوق می‌ریزن تا مطمئن بشن در روز رأی‌گیری 3 نوامبر هیچ چیز غیر منتظری از جمله حضور زیاد مردم در ایام کرونا مانع از رأی‌دهی نشه. 4 پیش دونالد ترامپ مدام میگفت من باطلاق فساد لابی ها در واشنگتن رو خوش میکنم، چون من خودم لابی کردم و خوب میدونم وقتی به سیاستمدار پول میدی از او انتظار هم داری. تیتر سمت راست روزنامه واشنگتن پست نوشته، در واقع تیتر سمت چپش، خوش کردن باطلاق وعده‌ای که رها شد. واشنگتن پست که از رسانه‌های به شدت منتقد آقای ترامپ، با استناد به مشاهدات افراد در یک نشست جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ این گزارش رو تهیه کرده و میگه در اواخر ماه گذشته در هتلی در واشنگتن که متعلق به آقای ترامپ، اون میزبان شماری از اعضای گروه‌های لابی و مدیران شرکت‌های خصوصی بود و اونها تا $100,000 پرداخت کرده بودند تا با رئیس جمهوری صحبت کنند. به گفته واشنگتن پست در یک مورد یکی از حاضرین با آقای ترامپ درباره ساخت یک پروژه خط ریل در آلاسکا صحبت کرد که منتظر دولت فدرال اون رو تایید کنه. به گفته واشنگتن پست و به نقل از کسانی که اونجا حاضر بودن، چند ساعت بعد دونالد ترامپ توییت زد که طبق توصیه نمایندگان ایالت آلاسکا من اجازه ساخت این خط ریل رو صادر می‌کنم. حالا این امر اتفاقی بوده یا نه معلوم نیست. اما از طرف دیگر در بعضی ایالات که صنایع سنگین دارن محبوبیت آقای ترامپ بالاست، چون معتقدن او توجه خاصی به صنایع داره.
نیویورک تایمز عکس اصلیش از شهر بیت لحم در ایالت پنسیلوانیا، دومین ایالت چرخشی مهم پس از فلوریدا. زیر عکس تیت زده که در این شهر که صنعت فولادش، فولاد بیت لحم بسیار مهمه، بسیار معتقدن رئیس جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصاد خوب عمل کرده. در سمت راستش نیویورک تایمز تیت زده میراث ترامپ درباره اقتصاد فراتر از فقط آمار و ارقامه. اگر بحران کرونا رخ نداده بود، بخت ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری بالا بود، چون اقتصاد نقطه قوتش بود. اما حالا کووید 19 به پاشنه آشیلش تبدیل شده. گرچه واقعیت انتخابات در آمریکا به ما میگه که هنوز زوده بر اساس نظرخواهی ها نتیجه گیری کنیم. در همین ایالت پنسیلوانیا جو بایدن رقیب دموکرات دیشب در شهر بریستول سخنرانی کرد و بر نیاز مردم به بیمه بهداشتی تمرکز داشت. بیمه‌ای که زمان باراک اوباما اجرایی شد و جمهوری خواهان خواهان از بین بردنش هستند. اگر جمهوری خواهان بتونن برنامه‌شون رو پیش ببرن و پوشش بیمه همگانی اوباماکر رو لغو کنن، بیش از 100 میلیون آمریکایی بیمه بهداشتشون رو از دست میدن، چون بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای دارن، از جمله بیش از 5 میلیون نفر از مردم ایالت پنسیلوانیا. پیامدهای فیزیکی ناشی از کووید 19 بیماری پیش‌زمینه‌ای محسوب خواهد شد، یعنی در آینده بیمه‌ها گران‌تر میشن یا اصلا شما رو پوشش نخواهند داد. برای زنان هم وضعیت بدتر میشه، چون بیمه زنان معمولا گرونتره.